رئیس جمهور ازبکستان با وزیر خارجه عربستان، صدر قطر و وزیر انرژی امارات متحده عربی در مورد افغانستان و خط آهن افغان ترانس گفتگو کرده است. شوکت مرزیایوف در دیدار با صدر و وزیر انرژی امارات متحده عربی بر توجه ویژه به آماده سازی پروژه تکنیکی و آغاز ساخت خط آهن افغان ترانس تاکید کرده است. در این مورد با مهمانم نسیر رشتیا کارشناس اقتصادی که از کابل خطیسکا با ماست بحث میکنیم رشتیا سب سلام خوش آمدید به برنامه خطوهان افغان ترانس چی است و چرا اوزبکستان و کشورهای عربی می در مورد این پروژه صحبت میکنیم بسیار زیاد تشکر سلام خدمت شما و بینندگان عزیز بدون شک ببینید از یک بس که هر قدر افغانستان در مهراج تو بهراق توجه کشورهای منطقه قرار میگیره این خود میتونه تعاملات بیشتر اقتصادی و سیاسی را ایجاد بکنه از طرف دیگه ببینید که افغانستان یک کشور محاد خشکه است و متاسفانه که ما با پای آزاد دسترسی نداریم و همیش با مشکلات خیلی جدی داریم دست پنجه نرم میکنیم و به خاطر نبود جاده های میاری و نبود یک سیستم مجه مجهز ما نتونستیم که در بحث تجارت خارجی و یا بین المللی رشد چشمگیری در متاسفانه در این مدت شاید باشیم اما بنابر پالیسی ها و سیاست های کنونی امارات اسلامی خصوصا وزارت محترم تجارت تلاش ها به این صورت می تا افغانستان بتونه به خط ریلی و یا شبکه های دنیا وصل شود و از این طریق بتونه تجارت خود توسعه ببخشه و از جانب دیگه شما می که افغانستان از لحاظ جوپلیتیک در یک موقعیت قرار داره که میتونه به یک پل اتصال میان کشورهای منطقه خصوصا کشورهای جنوب آسیا ها و آسیای میانه به شمار برد. نه تنهایی که این خط ترانس که مگذره و یا ایداس میشه میتونه افغانستان هم اتصال بکنه به خط ریلی جهان بلکه میتونه کشورهای آسیای مرکزی را به جنوب آسیا وصل بکنه و بیشتر علاقه مندی کشورهای آسیای میانه خصوصا از قزبکستان است که بتونه از طریق خطهن خود به بندر چابهار و از طریق بتونه به کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی برسانه و همچنان از طریق افغانستان پشاور خود به بندر گوادر برسانه و به میشکل برعکس از, از او کشورهای جنوب آسیا خصوصا پاکستان به شده تلاق مندی داره تا کالای خود به کشورهای آسیا مرکزی صادر بکنه که در این قطع در صورت تدبیق شدن این پروژه من فکر میکنم که یک همگرایی اقتصادی در منطقه به میان خواد بیه که میتونه منفعت به کشورای منطقه برسه و بیشتر تحصیلات مثبت از بالای کشورها باشه درست ولی اهمیت سیاسی و اقتصادی پروژه برای افغانستان چی است آقای خب ببینین بدون شک هر قدر که شما میرین در محراق توجه کشورها قرار میگیرین این خود را را باز میکنه به خاطر ساختن یک تعامل سیاسی هر قدر بشه روابط استراتژیک اقتصادی ما با کشورای منطقه بیشتر میشه از یک طرف ما میتونیم تحریمات دور بزنیم و از طرف دیگه افغانستان میتونه من حیث یک فل اتصال نقش خود ایفا بکنه و بدون شک بدون همکاری افغانستان نمیتونه که کشورهای همسایه و منطقه به رشد پایدار یا توسعه اقتصادی برسن چون در پالیزی که به خط آهن افغان ترانس داره تدبیق میشه در پالیز و پروژه بزرگ دیگه مثل تاپی، کاسا و همچنان کشور روسیه به شدت انتظار ازی است که چی زمانی پروژه ها میشه تا اونا هم بتانند مواد نفتی خود از طریق افغانستان به کشورهای جنوب آسیا صادر بکنه چون مزل و یا مزل کمبود انرژی در کشورهای جنوب آسیا به یک مزل ملی تبدیل شده و به شدت اونها علاقه به این تا از هر طریق ممکن بتانند در درازمدت مدت به تامین انرژی را از کشورهای آسیا میانه داشته باشند در حالی که کشورهای آسیا میانه سرشار از منابع طبیعی مواد نفتی و گاز هستند که دنبال بازارهای جدید هستند به دلیل که مشکلات که کشورهای نفتخیز و یا تولید انرژی که در کشورهای, کشورهای جنوب آسیا میانه هستند اینا مشکلات را که با روسیه با چین با ایران دارن. بنان اینا همیشه دنبال عزیزند تا راه بدیل و بازارهای جدید را دنبال بکنند که بدون شک تارگیت اصلیشان کشورهای جنوب آسیا می باشند درست ولی در زمان جمهوریت اگر ما برگردیم بررسی بکنیم این پروژه ها را به های ترانس یا هم پروژه های دیگر منطقه مثل کاسا یک هزار را. تدبیقی پروژه ها آقای رشتیا رویا شده بود آیا حال فرق میکنه شرایط تدبیق پروژه ها در حاکمیت امارات آسان آسانتر شده یا هم تدبیق پروژه ها در حاکمیت امارات اسلامی بیشتر جنبه واقعی را داره میتونه در حال حاضر این پروژه ها تطبیق شود چون که ما هنوز مشکلات سیاسی داریم حکومت حاکم در افغانستان به مشروعیت شناخته نشده از سوی منتخب جهان خب ببینین بس مشروعیت یک بس کاملا جدا هست که در بعض موارد بیشتر کشورها تاکید بر منافع ملیشان دارن نسبت به یک کشور مشروعیت خود داشته باشه و یا نداشته باشه یک بس جداست خب در جمهوریت بدون شک به این پروژه ها پروژه های تخیلی حساب میشد به دلیل نامنی ها و جنگ هایی که در افغانستان وجود داشت و از طرف دیگه حضور قوات های بین المللی خصوصا امریکا و یا غرب در افغانستان سبب ازی شده بود که به رقابت های خیلی خونینی در افغانستان باشند مثلا ایران هیچگاه اجازه نمیداد که پروژه تطبیق شود به دلیل زی که سر سرسخت از او در افغانستان حضور داشتن به میشکل چین، روسیه از جمله رقبای سرسخت کشورهای غربی خصوصا امریکا بودن و بر از گاهی مشکلات را فراره تدویق پروژه ها ایجاد میکردن اما بعد از تعاول سیاسی در افغانستان و خروج قوات های بین المللی از افغانستان یک فرصت استثنایی به افغانستان مهیا شد چون امروز در افغانستان در سراسر مملکت الحمدلله که به امنیت تامین است و سیاست های اقتصاد میواری حکومت فیلی افغانستان سبب شده که بیشتر دنیا و خصوصا کشورهای منطقه و همسایه تمایل بیشتر نشان بتن به خاطر تطبیق پروژه های منطقی و فرامنطقی درست اگر ای پروژه ها تطبیق شود خوشبین باشیم آقای آیا افغانستان بیشترین سود را میبره؟ بدون شک ببینید در سه محور ما میتونیم مفاد خیلی بیشتر را بگیریم اولی که زمینی کار ما مردم ایجاد میشه دوم اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر میشه سوم ما میتونیم که از حق ترانزیت منفعت خیلی زیاد را سالانه اواید به بودجه ملی ما اضافه شود و از دیگه هم ما بتونیم جذب سرمایه گذاری های بیشتر را داشته باشیم و در پلی ایگاپا ما میتونیم جذب سرمایه گذاری های بیشتر را داشته باشیم ببینید اگه ۱۰۰ هزار حرکت میکنه بر علاوه که ما سالانه ۴۶ میلیون دالر عوائد به دست میریم از بابت ترانزیت از او ما میتونیم ۳۰ میگا و برق حاصل بکنیم و با به دست آوردن 300 و برق میتونیم که ما سرمایه گذاری های بیشتر را در صنایع خود داشته باشیم و با ببینیم شکل اتمان ترانس اگر حرکت میکنن ما هم میتونیم در بحث واردات و صادرات بیشتر کارهای را انجام تشکر آقای نصیر رشتیا کارشناس اقتصادی که از کابل رخصت ممنون شما